همراه با درود و سلام به عرض می رسانم. آنچه مرا به نگارش و خواندن این نوشته روان نمود دو سبب است. یک، گفته های آقای مهدی ذوالفقاری در مصاحبه اخیرشان با آقای سربی که در آن اشاره به یک وظیفه انسانی کردند. این وظیفه آموزش دیگر انسانها و انتقال اطلاعات و دانش به دیگران است. بدون شک ایشان محقق هستند و به این نتیجه گیری و زحمتشان ارزش می نهم و ارج می گذارم. دو، بیماری چچچه ام و سؤال کردن مداوم مرا به سوی بررسی مغز انسان کرد. این کار بیش از 16 سال است که شروع شده و هنوز ادامه دارد. آنچه در این گفتار به عرض خواهم رسان فقط بخشی از این بررسی هاست. انتظار ندارم که مورد موافقت عموم قرار گیرد. خواهش دارم فقط بینندگان و شنوندگانی که پیرو عمیق‌تر اندیشیدن می باشند به این برنامه صدا گوش فرادهند. از تمام نخبگانی که این برنامه را تماشا می کنند، اگر فقط یک نفر آن را قبول کند، فکر کنم معجزه کردم و پیامم رسیده و هدفم برآورده شده. تاریخ ثبت کرده که تمام نوآفرینان به ویژه اندیشمندان در جهان تا اواخر قرن بیستم و به خصوص در کشورهای کهن مورد تنفر عموم قرار داشتند. گر کشورهای کهن و تاریخدار به علت عدم توانایی در پیش تاختن و جهت پوشش کمبود به گذشتگان آویخته و فضل می فروشند و به تاریخشان افتخار می کنند. یک دانشمند، باز تکرار میکنم، یک دانشمند در کشورهای اسلامی و عرب یافت نمیشود که در زمان زندگانی خود زندیق و کافر و ریختن خونش حلال نشده باشد. با این حال تمام سازمانهای علمی و دانشسراها و بیمارستانهای امروز را با نام همان زندیقهای کافر میشناسیم. دانشمندان کنونی و معاصر را مسخره، تحقیر، اهانت و زندانی و به ارزانی به خارج صادر میکنیم. تشخیص این کمبود مغزی در ترازوی معیارهای فکرمان غیر ممکن است. بیشتر به این موضوع، یعنی مغز، نمی پردازم و آن را به برنامه های بعد موکول می کنم. بازگردیم به وظیفه انسانی هر فرد. با بررسی درباره تفاوت انسان با دیگر آفریده ها در می یابیم که انسان یعنی نامی در مقابل حیوان این تفاوت ها را دارد. یک، سخن می گوید. البته ثابت نشده که دیگر آفریده ها یعنی جانوران قدرت درک و ارسال و دریافت پیام با یک دیگر را به وسیله جز زبان ندارند. ما انسان های نافهم هستیم که هنوز به دانش ارتباط میان حیوان ها دست نیافته ایم. دو، انسان در همه چیز تغییر می کند، در ظاهر و باطن. ظاهر را می بیند ولی باطن را تعداد کمی درک و تشخیص می دهند. به این تغییر می پردازند. انسان تغییرش در دو جهت است. یکی ظاهری، یعنی لباس و وسایل کار و زندگی و مسکنش، همیشه در حال تغییر است. این تغییر به علت پیشرفت در همه زمینه‌های مورد نیاز انسان صورت می‌گیرد. هیچ نیروی نمی‌تواند جلو این پیشرفت انسان بایستد. کشورهایی در دوران‌های محدود توسط رهبران حکم شدند که به هدف بیشتر سواری گرفتن از مردم، آنان را از پیشرفت باز داشتند. با این حال این اقدام مخالف طبیعت انسان موقتی بوده و انسان‌ها برخلاف میل آن ستمگران پیشرفت کردند، هرچند به مقداری محدود. پیشرفت و تغییر در حیوان غیر ممکن است. این به علت طرز آفریده شدن می باشد که خارج از قدرت انسان و حیوان است. هرچند کسی حیوانی را آموزش دهد که کارهای غیر معمولی بنماید، اما این حیوان نمیتواند این آموزش ها را به نسل بعدی نوع خود فرا دهد. انسان قدرت درک این تغییرات مغزی را ندارد که مثلا بداند با اینکه با هواپیما سفر می کند، هنگام ترازوی معیارهای معنوی هنوز مغزش بر چهار پا سوار است. با شناخت خیش، یعنی دانستن صفتهای انسان، ما باید بندیشیم و چه کنیم. چرا ما اینطور آفریده شده ایم؟ این ما نیستیم که خود را خلق کرده ایم. آفریدگاری ما را خلق کرده. حال این آفریدگار کیست و کجاست و چگونه می اندیشد برای ما تا حال معما باقی مانده. احساسهای محدود انسان نمی تواند او را درک کند.
در مصاحبه با نوم چومسکی ملحد که خدا که به خدا ایمان ندارد سوال شد: آیا ممکن است در آینده وجود آفریدگار ثابت شود؟ او جواب داد: بله، دانش ممکن است به این درجه برسد که وجود خدا را ثابت کند. آری، با دانش و فقط با دانش میتوان حقیقت آفریدگار را فهمید و نه با تکرار عبارتهای کتابهای دینی و گفتههای قرنها پیش. از همراهی با طبیعت زمان همشان از اعتبار افتاده اند. تمام کسانی که دست به شناخت آفریدگار زدند و در فکر خود و تجربه محدود زمانشان غوطه ورگشتند، جهت شنوا و پیرو یافتن خود را پیامبر اعلام کردند. وانکه امروز همشان مقدس هستند، در زمان خود بد و مضر شناخته، شکنجه و تبعید و یا سربنیز شدند. وقتی تمام دینها را بررسی میکنیم، در میابیم که هدف اعلان شدهشان بهبود نمودن روح انسان و رفتارش به هدف خوشبختی در بهشت است. به عبارتی دیگر، از امکان بهشت ساختن دنیا دست کشیدند. آنان دنیا را گذرگاه معرفی کردند، اما هیچ کدام با سپری شدن قرنها و گذشت چندین هزار سال تا حال نتوانستند این انسان را آدم کنند و بنابر معیارهایشان بهشتی سازند. با آن همه مجازاتها، دست بریدن و سر بریدن و سوزاندن، هنوز در شهرهای مرکز دینها تمام انواع فساد وجود دارد. بحث علت این وضع و علت عدم تغییر انسان به موجودی بهتر را، همانطور که در دینها ادعا و دعوت شده، باز به فرصتی دیگر موکول می کنم. تمام دینها آفریدگار را به شکل یک مرد با نفوذ و ترسناک در مغزها نقاشی کردند که در تخت حکمرانی دنیا نشسته و به دعای بندگانش گوش و آن را برایشان انجام می دهد، به شرطی که در ساختمانهای بزرگ و در جاهای مقدس نیایش کنند. به مغزها یاد دادند هرچه یک فرد خود را ذلیلتر، افسردتر و گریانتر کند، آفریدگار زودتر به دعاهایش پاسخ می دهد. یعنی استجابت دعا خواهد کرد. یعنی تظاهر و فریبکاری در برابر خدایی که همه چیز و ظاهر و باطن را همه را می داند. با گذشت زمان، کسانی یافت شدند که خود را وسیله رساندن دعا در آن ساختمان ها قلمداد کردند. آنان را موبد و رابای و کشیش و ملا نامیدیم. با تکرار مسائل خارج از احساسهای انسان و به علت ترس از آینده که نتیجه حاصل از اصل اقتصادی روی زمین است، عموم مردم آنها را باور و جزی از اصول ثابت عقیده خود شناختند. با این حال، هر کس که ریشی نهاد و سرپوشی بر سر گذاشت و قبایی بر تن کرد، تمام سخنان خیش را به آفریدگار نسبت می دهد، گویی که هر ساعت با او کمیسیون دارد. عموم مردم خواهان اندیشیدن نیستند. بهتر است در دستشان چیزی بنهیم و باورشان بیاوریم و بگوییم برو این را بپرست و مطمئن باش دعاهایت را مستجاب می کند. حالا این چیز پارچه، کتاب، درخت، حیوان، سنگ یا ساختمان باشد تفاوتی ندارد. میلیون ها تن در تمام جهان هر سال به زیارتگاه ها و عبادتگاه ها می روند و همه خواهان پذیرش دعاهایشان و عملی ساختنش از سوی پروردگار هستند. حالا اجازه دهید خود را بر روی تخت آفریدگار بنشانم و بپرسم: چگونه ممکن است دعاها همه مستجاب شوند در حالی که استجابت اغلب دعاهای یک طرفه به ضرر طرف دیگر تمام خواهد شد؟ بعد هم ادعا کنیم که خداوند عادل است. در تمام دینها عبادت به شکل تکرار کلمه ها و عبارات و جمله ها و متن ها خلاصه شده. دعا کننده توتیوار تکرارش می کند بدونی که معنیش را درک نماید. بیندیشید و پس از آن پاسخ دهید. اگر من هر روز تمام وقت نماز یعنی دعا بخوانم، تمام روزها روزه بگیرم، چه تفاوتی در آفریدگار ایجاد می کند؟ هر روز بر سرم و سینه ام دست و زنجیر بزنم و یا گل و کاه بر سرم بریزم، کدام یک از کمبودهای آفریدگارم پر می شود؟
آیا آفریدگار که تمام موجودها، جمادها، کره های آسمان و کهکشانها را خلق کرده با این دعاها بزرگتر می شود، بهتر می شود و یا تغییر می کند؟ آیا اصلا نیازی به این مراسم دارد؟ مگر آفریدگار کمبود دارد؟ نیازهای آفریده شدگان چیست که آفریدگار باید آنها را برآورده سازد؟ کدام وسیله را برای آورده شدن نیازها فراهم ساخته است؟ در کنار خود نگاه کنید. یک چیزی را که خیلی بی ارزش می دانید به فکر آورید. مثلا یک دستمال کاغذی، وسیله‌ای که هرگز به اهمیتش نمی اندیشید. خیلی ارزان است. آن را پس از استفاده چند ثانیه‌ای دور می ریزید. بله. حال تصور کنید که خود می خواهید آن را بسازید. آیا فکر کرده اید چند هزار نفر کار کردند تا این محصول به دست شما برسد؟ در وسط صحرا با گروه‌های گوناگون بزرگراهی می ساختیم. با فاصله بیش از یک ساعت و نیم رانندگی به شهر می رسیدیم. در آن صحرا شتر، پرنده‌ها، خزنده‌ها و انواع حشرات می زیستند. این حیوان‌ها نیازهایشان را خود تهیه و به دست می آورند و حیوانی به دیگر هم نوع کمک نمی کرد. مدتی چچه ام زنگ زد. از خود پرسیدم اگر من تنها در این صحرا باشم چند مدت دوام میارم؟ یک ساعت؟ نیم روز؟ یک روز؟ فکر کردم و از درونم بانگی شنیدم که میگفت ای بدبخت، تو انسان هستی که با مغزی خالی به دنیا میایی و باید تو آخرین روز عمرت دانش فراگیری تا راه برآورده شدن نیازهایت را دریابی. حیوانها با دانش مورد نیاز به دنیا می آیند. ای نافه، نیازهایت بسیار است. تو برای هر کدام از نیازهایت به هزاران انسان دیگر نیاز داری تا فقط زنده بمانی. ای خودخواه، هنوز نیازهایت برآورده نشده، دانشت پیش نرفته و بر هیچ کدام از اعضای بدنت فرماندهی نداری، بر آنان که نیازهایت را برمی آورند پوز و افاده می فروشی و همواره ذلیلشان می کنی و تصور می کنی جاویدان شده ای؟ ای ناچیز، خود را چه دانسته ای که اینقدر انسانهای دیگر را ناچیز می شماری؟ ای بی مغز، که به تو اجازه داده انسانهای دیگر را خرد شماری، از بین ببری و نبودنشان به بهانه‌های گوناگون را وسیله خوشبختی خود پنداری؟ ای احمق، به اندازه‌ای که به فکر کشتن و از بین بردن انسان‌های دیگر هستی و برای کنترل و قتلشان معیارهای دینی و اجتماعی و بازرسی و قانونی و اسلحه ساخت و اسلحه می‌سازی، برای خودش، برای خوش‌زیستنشان زحمت نمی‌کشی. ای بی ارزش، تو که فقط به علت کار و فعالیت و محصول کار دیگران میتوانی بهبود زندگی یابی، چرا با چوپانان بیفایده گله های انسانی اهمیت میدهی و آن بردگان سودمند را ناچیز میدانی؟ اگر آن برده های بیزبان نبودند، آیا نیازی به این چوپان ها بود که مفت خورند؟ بله، این تنها انسان است که موجب بقای انسان دیگر میباشد. هر کدام پشیزی به هم نوع خود کمک کرده و محصول می دهیم. با جمع شدن این کمک ها زنده می مانیم. خدا نه خوراک و نه آب و نه هوا می خواهد. بیمار روانی هم نیست که منتظرم باشد در درگاهش خود را ذلیل کرده و نیایش کنم. این هم نوع من است که نیاز به من دارد. خدایم من را اینطور آفریده. من باید به انسان خدمت کنم، چون انسان خلق شدم و می خواهم انسان بمانم. در این عمر محدود باید به دیگر انسانها کمک کنم و در پیشرفتش بکوشم. اگر بهشتی هست، با این خدمت حتما از آنجا سر در خواهم آورد. اما بهتران است که بهشت را در این کره بسازم. یکی از کمکهایم انتقال تمام دانش و تجربه های من به دیگران است. نباید تمام هدفهایم سوء استفاده از انسان دیگر و ثروت اندوختن باشد. بعد ادعا کنم هذا من فضل ربی، این از فضل خدایم است. یا آیه هایی بسازم که خدا در آن مردم را با نعمت های متفاوت خلق کرده و فراموش کنم که او عادل است و همه را به یک شکل به این دنیا آورده است. آری، ما انسان ها، یعنی برعکس حیوان ها، فقط با خدمت و زحمت دیگر انسان ها می توانیم زنده باشیم. باید انسان ها را قد نهاد و خدمت کرد. اگر این کار را کردیم، آدم شده ایم. پس بیایید آدم بشیم.
بیایید بندیشیم و به جای ثروت اندوختن برای خود و آیندگان من فردای بهتری برای همه بسازیم. توقف، توقف، ایست، ایست، وایسا، صبر کن، اینقدر تون نرو. آیا برآوردن این هدف یا پیش قدم شدن به سویش ممکن است؟ هرگز ممکن نیست، زیرا پیش قراولان دو اصل اقتصادی و اجتماعی را بر این کره بنیان کردند که به سود اقلیت بسیار بسیار کم تمام می شود. تمام پیامبران بدون استثناء ریشه دواندن و با اعتبار دینی دادن به این اصلها آن را مقدس ساختند. از طرفی به بهبودی وضع انسان دعوت می کردند، ولیکن عملا وسائل معکوس آن را با اصول دینی غیر قابل بحث پی ریختند. نمونهش بعضی از آیه های قرآن است که در دیگر کتاب های دینی هم به همین شکل آمده. الله هر کی را که بخواهد حکم سلطنت می دهد. الله هر کی را که بخواهد نعمت می دهد. الله هر کی را که بخواهد ذلیل می کند. الله هر کی را که بخواهد هدایت می کند. الله هر کی را که بخواهد هدایت نمی کند. الله هر کی را که بخواهد نرو و یا ماده می آفریند. اگر همه بخواست اوست، پس برای چه مجازات می کند و یا بدون علت پاداش می دهد؟ چرا دوزخ و بهشت ساخته و با این وصف سخنگویانش او را عادل و با انصاف می دانند؟ این منم که این چه ها را می کنم، تا حالی که زنده هستم مرا کافر زندیق و خونم را حلال می دانند. این اصهای عقیدتی نمی توانند مربوط به آفریدگار باشند. اینها چکیده ایست از هوسها و خواسته های آن اقلیت از انسانها که از اوضاع ساخته شده بر روی این کره زمین سود می برند و خواهان ادامه اش هستند. اوضاعی که بر همان اساس غلط گذشته بنیان شده و از روز اول توسط نیاکان ما پیریزی شده و این انسان نادان تا حال آن را بدون چه اجرا می کند. به همین علت است که پادشاهان و حکمرانان سلطنت و مقام را موهبتی الهی می خوانند، می دزدند، می چاپند و درآمدها را نعمت خدا می شمارند که برگزیدگانش اطاعت عطا کرده. اما وقتی به علت ظلم و فساد بسیار و مفتخوری و سوء استفاده و ناچیز دانستن انسانهای دیگر و به سطوح آوردنشان سرنگون شدن و رفتند، این زبونی و بدبختی را عدالت و یا موهبتی خدایی نمی دانند، بلکه می گویند توطئه. اندیشه این چنین تغییر یک هدف غیر ممکن انسان، یک هدف غیر ممکن انسان بر روی این کره است، هدفی که در خیال می شود دنبالش کرد، مگر آنکه همه اصول پیروی شده بر روی این کره تغییر یابد، آنگاه شاید این انسان آدم شود و عقیده دینیش در خدمت به انسانها خلاصه گردد و نه ترس از فردا و عبادت با تکرار عبادت دعاهای دینی به خیال موفقیت و رفتن به بهشت، به آرزوی آدم شدن و آن روز خیالی. روزگارتان خوش باد.